در قضایای 2011 که انگامی از کفار نفرا کشته شده بود، علمای داشتیم که فتوا دادن علمای بر حق سرزمین باید اعدام شوند، زیرا اینا تحریک کردن، دیگران اقدام کردن، کافر کشته شد، باید اینا اعدام شوند. اینمیست که آزمون بر علمای بر حق تصفیه صف صادق از غیر صادق شد و تاریخ ماندگار آن را نوشته می کند. علما در عمر از آزمون الهی خلاصی ندارند، مگر مرد آن است که در این آزمون کامیاب برآمده باشد. مرد حسود کار نمی تواند. از منطق دلیل و دعوت، از منطق تعلیف و تدوین، از منطق تجمع ملت ها، از منطق ادای مسئولیت کاری از دستش نمی آید. پس تا هر آدرسی که باشد باید جلوی دعوتگران و خدمتگاران اصیل را گرفته باشند. آنانی که علی ما توطیه را می چینند به دو دلیل افتخار داریم. یک، القاب را که مشرکان به پیامبران داده بودند، آن القاب را اینها به ما می دهند. دوم، صابون گناه ما اند و باعث بلندی مرتبه ما می شوند. حمد و ثنای پروردگار عالم و نثار درود بر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. در سلسله درس‌های دریچه بیداری به سوی اسلام، دریچه بیداری به سوی داشته‌های ناب و بشبه‌های نظام اسلام، امت اسلامی، امروز هم یک عنوان برجسته داریم. آن عنوان این است عزیزان دل، که علما همیش در آزمون الهی اند. علما همیش در آزمون الهی اند. چرا؟ پروردگار در یکی از آیات قرآنش فرموده است: اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. مردان نیک و بندگان ویژه پروردگار را همیش پروردگار دلهایشان را به خاطر تحکیم و ثبات تقوا می آزماید و امتحان می کند. در این راستا برای اینکه شما مخاطبان قسمان فاضلان امروز مولویان فردا و قسمان شاگردان فنون و فاضلان فردا هستید، قبل از آن که به مراحل اصلی هدف برسید باید بدانید که رسیدن به اهداف کار ساده نیست. رسیدن به اهداف کار ساده نیست. لذا آزمون پروردگار همیش دلها را آزموده است. تقوا را از نبود تقوا، ثبات تقوا را از شک و تردد جدا کرده است. از این رو اسباب امتحان علما در عالم بیشمار است، یعنی زیاد است. شما اندکی از همین اکنون اسباب را ببینید که چیست. اسباب آزمون علمای عزیز و گرانمایه خیلی زیاد است و حصرش به سادگی نمی شود. من می خواهم دو مطلب را فشرده عنوان کنم. یکش ایست کدام چیزهاست که سبب می شود علما را آزموده شوند، علما در امتحان پروردگار قرار گیرند. و دوم بس ایست که ثمره و فایده در امتحان و آزمون علما چیست. نخستین مطلب
بزرگترین سبب، سببی که علما در آزمون الهی قرار میگیرند چیست؟ تلاش عالم برای تصحیح اوضاع و استادگی و ادای مأموریت علمیش. نتیجه این می شود هر عالم اوضاع حاکم را تجزیه می کند، هر عالم شرایط را تحلیل می کند، بعد از آن خوب و خراب را می شناسد، برای ساختن وضعیت جامعه برنامه می گیرد، مأموریت خود را در برابر به داشته های امت احساس می کند. از این رو تلاش عالم برای تصحیح اوضاع نامناسب و استادگیش برای ادای مأموریت، این دو چیز باعث می شود که باید علما در آزمون بزرگ الهی قرار بگیرند. عزیزان دل، از سلسله پیامبران آغاز می کنیم تا آخرین پیامبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و از خود رسول گرامی آغاز می کنیم، پس از آن از صحابه آغاز می کنیم، پس از آن از تابعین و امامان چارگانه آغاز می کنیم و در طی 45 سال در افغانستان علمای عزیزی که اوضاع افغانستان را دیدن، شنیدن، برای تصحیح اوضاع گام بلند کردن و مسئولیت خود را احساس کردن، کدام آزمونی نبوده که پیش رویشان نیامد. در هر امتحان از شهادت منبر تا سنگر در تا همه آزمون بزرگ الهی است که می آید. از این رو علما همیش در آزمون پروردگار قرار دارند. چرا؟ عالم همیش مسئولیتش را عظیم می اندیشد. عالم همیش مسئولیتش را عظیم می اندیشد و امر ناپسند را قابل تحمل نمی داند. آنچه که به عنوان منکر دیده می شود، آنچه که به عنوان منکر دیده می شود اصلا آن را نمی پذیرد و تلاش برای تصحیح اوضاع را لازمی می داند، اجتماع را به سوی صلاح می کشاند. ناگزیر ناگزیر اینجاست که بسا علما در برابر نظامداران استاد می شوند، برای این که هنگامی که نظامدار از دین برآمد، نظامدار داشته های غیر دینی را تمثیل کرد. آنجاست که علمای برحق، علمایی که مسئولیت شناسند، آرام نمی نشینند. هنگامی که به تصحیح اوضاع اقدام کردند، جنگ مشت و درو شروع می شود. چرا؟ همه می دانند داشته های 45 ساله که در افغانستان بود، آنچه دیدیم و شنیدیم و دانستیم، از دست خالی و تصحیح اوضاع اقدام صورت می گرفت و تا به بلدوزرها هم علما و مجاهدان را به زیر خاک کردن، علما و مجاهدان را زیر خاک کردن. عزیزان دل، یعنی تکرارن علما در عمر از آزمون الهی خلاصی ندارن، مگر مرد آن است که در این آزمون کامیاب برآمده باشد. شما درس های بیداری را مستند به صورت بیدارگری بیاموزین. قرآن گفت و امر بالمعروف و انها عن المنکر، مأموریت شروع شد، و امر بالمعروف و انها عن المنکر. در گام نخست به پیامبران، صحابه، تابعین و علما تا قرب قیامت فرمان قطعی پروردگار است ملت‌ها را به معروف مأموریت دهید، ملت‌ها را از کار زشت و ناپسند باز دارید. اینجاست که خط و مشی عالم مشخص شد. عالم کسی است که جامعه شناس است،
عالم کسی است که خوبی های ملت را میشناسد. عالم کسی است زشتی ها در میان ملت را میشناسد. عالم کسی است خود را برای فراخوان مردم به خوبی ها مأمور و مسئول میداند. عالم کسی است که برای جلوگیری از کار زشت و ناپسند خود را مسئول میداند. قرآن گفت و امر بالمعروف و نهى عن المنکر. این دو فرمان است، این دو اعلامیه است، این دو هدایت است، این دو حکم قطعی پروردگار است، کاملا قطعی است، تغییر ناپذیر است. لذا لازم علما همیش در آزمون الهی بوده باشند. چرا؟ هنگامی که خوب و خراب جامعه را تفکیک می کنند، ملت را به خوبی ها فراخوان می دهند و از بدی ها باز می دارند، دقیقا که مخاطب چنین وضعیت را نمی پذیرد، وضعیتی که به تصحیح اوضاع جامعه می انجامد، مخاطب آن را نمی پذیرد، قطعا نمی پذیرد که نپذیرفت. اگر زورش نرسید دسیسه می کند، توطیه می زند، برچسب می زند. اگر قدرت و سلطنت داشت با بلدوزر زنده زیر خاک می کنند، راهی زندان می کنند و یا هم از وطن تبعید می کنند تا آنگاه که به تنگ آید و به جنگ آید. لذا علما همیش در آزمون بزرگ الهی قرار دارند. مگر در ادامه مأموریت فرمان قرآن سومین فرمان است، واصبر على ما اصابك، واصبر على ما اصابك. در برابر هر چی که به شما رسیده است، در برابر هر چی میرسد از این مسیر، شکیبایی و متانت، صبر و استقامت کار شماست. هر چی باشد، یعنی هنگامی که اوضاع جامعه از آدرس علما بررسی می شود، صحت و سقمش از آدرس علما تفکیک می شود، خوبی و خرابی از آدرس علما تفکیک شود، باز آنجا هنگام فراخوان دادن به خوبی ها، هنگام باز داشتن از بدی ها، چالش موانع استادگی صورت می گیرد، رنج و اذیت می شوند، تبعید و تهدید می شوند، راهی زندان ها می شوند. آنگاه صبر و حوصله مندی را بیش از پیش قبول کرده باشند، بیش از بیش قبول کرده باشند، باید از اول پذیرفته باشند. هر آن کس که برای صلاح جامعه، تحلیل اوضاع امت ها استادگی می کند، از اول بدانند که وضعیت با پایان تا کجا می رود. عزیزان دل، از این رو یکی از بزرگترین اسباب، ابرز الاسباب در جهانی از آدرس انبیا تا این دم تا قرب قیامت همین است. یک صدای تا نمیشنوم، این سبب را یا درک کردید یا خیر پیدا کردید. علمای فردای وطن شمایید. شما با چی حس و احساس قد علم کنید؟ زیرا شما در گام نخست خوبی های امت را بدانید، خوبی به منافع علیای سرزمین های اسلامی را، خوبی های اعتقادی عبادی را، خوبی های اقتصادی و سیاسی را از سیاست های زشت و نابام جدا کنید. هنگامی که در هر تاریخ و هر زمان جامعه اوضاع را مخدر کردن، مخدوش کردن، شما مأموریت های و امر بالمعروف و نهى عن المنکر و اصبر على ما اصابک را انجام دهید، آنجا دقیقا که به چالش ها موانع شما رویاروی می شوین. عزیزان دل، یک دوم این است، دومینش این است که هنگامی که جامعه زشت را به خوبی فراخوان دادین و از زشتی باز داشتید، ایشان متوسل به زورمندان می شوند. برای جلوگیری از حرف های شما متوسل به زورمندان می شوند. انگامی که متوسل به زورمند شدند،
زورمند تو را تهدید و شکنجه محکوم به حبس می کند. دقیقا شما از آدرس پیامبر معظم نگاه کنین: و اذ یمکرو بک الذین کفرو لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. سبحان الله، در نص قرآن نگاه کن، قرآن به تو چی فرمان داد در این داستا. پیامبر هنگامی که برای ادای این مأموریت استادگی شروع کرد و عرض اندام کرد، منجا ملتا از آدرس قدرتمند و زورمند قبیلوی مجلس میگیرند و سه گزینه میمانند. میگویند و اید یمکرو بکلدین کفرو، هنگامی که تصمیم میگرفتن مخالفان تو، برای چی تصمیم گرفتن؟ یا تو را حبس کنن، یا تو را به قتل برسانن، و یا هم تو را از وطن تبعید کنن. از آنجا تصمیم در برابر پیامبر آغاز می شود. و در طی 45 سالی که در افغانستان گذشت، بلکه بالاتر از 45 سال، تاریخ 35 است یا 31 دقیق نمیدانم، علمای افغانستان در تاریخی که یاد کردم یا 39 دمی میانا تاریخ است، یعنی هدف و مقصدم اینجاست. قبل از 45 سال دوران شاهی را میگویم. دوران شاهی 3000 عالم از افغانستان جمع شدند به مسجد پل خشتی، 36 ماده کم و بیش نمیدانم دقیق، به نظامدار پیشنهاد کردند به تأسی از آیت وامر بالمعروف ونه عن المنکر، به تأسی از این آیت اوضای جامعه را تحلیل کردند که رو به زشتی روان است، خوبی ها را مشخص کردند، جلوگیری از زشتی ها را پیشنهاد دادند، مگر با تأسف علما را پراگنده کردند، قسمان به اطراف روان کردند، قسمان راهی زندان کردند، زور و سلطنتشان را در این باب نشان دادن که شما چیزی ساخته نمی شود. بدین لحاظ گفتم که دومین سبب متوسل شدن به نظامدار برای خاموش ساختن صدای صلاحکار، صدای علمای دعوتگر، آنجاست که بار دیگر جنگ مشت و درو شروع می شود که علما و داعیان برحق با سلاح مشت کار می کنند و دیگران از دروش کار میگیرند. دقیقاً که مشکل خیلی دشوار، بوده است. اینک مشکلات است که در تاریخ بشریت از انبیا تا این دم، این تاریخ بوده است و تا قرب قیامت علمای برحق در آزمون الهی هستند. سومینش حسادت معاصره، شما آزمون را متوجه شوین. پیامبر معظم صلی الله علیه و سلم شخصیت امین قبل از رسالت در میان مردم نیکونام و آبرومند و عفیف، در طی 40 سالی که پیامبرم نبود یک ثانیه به شرک و کفر و بیعفتی و مواد مشروب به هیچ معصیت و کار زشت اقدام نکرده است. همه مردم میشناسند، به عنوان یک امین قبل از رسالت میشناسند، مگر هنگامی که عرض اندام کرد و به دعوت اقدام کرد، با تأسف هر نوع موانع را پیش کردند و حسادت یهود از یک طرف شروع شد. حسدن من عند انفسهم، حسد ریشه‌ای، حسد از میان سینه آنها برخاست. روی حسادت با وصفی که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پیامبر را همان گونه میشناختند که مانند فرزندانشان را میشناختند، پسرانشان را، مگر با آن هم به بنیاد حسادت کاملا استادگی کردند. اینجاست که تا این دم که من و شما ایم، بسا علماء ان، بسا کسانی ان که از قشر روحانی ان، مگر هنگامی که در میانشان کسی عرض اندام کرد و کسی برای اوضاع جامعه
صلاح مردم کمر همت بست از حسادت شروع میکنن. دقیقاً چنانچه که من و شما به چشم سر میبینیم، مشاهد میبینیم، ایره به نام حسادت اقران و معاصره گویند. یک درد بی درمان است، المعاصریه داء لا دواء لها. معاصریت درد است که درمان ندارد، معاصریت درد است که درمان ندارد. پروردگار هیچ کسی را به این درد مصاب نسازد. درد حسادت میدانیم که یه کسایی که از آدرس علم و دعوت، از آدرس خدمت، آثار خدمت، از آدرس قلم و زبان مایه صلاح مردم شد، مایه صلاح مردم شد، بس دیگران که کار نتوانستن باید تصمیم حسادت بگیرن. حسادت بیماری که انسان را تا کفر میکشاند، حسادت بیماری که تا کفر میکشاند. از این رو دانشمندان گفتن از این بیماری، از این بیماری هیچ کسی جان به سلامت نبرده مگر عصر خیر القرون صحابه و تابعین، عصر رسول صحابه و تابعین. اینها کسایی ان که قبلا خود کفار حسادت کرده بودن، من نشان دادم، بیان کردم. از این رو دوستای نهایت عزیز متوجه بوده باشید، حسادت خیلی درد بی درمان است. مانند یهودن، همان گونه که یهود پیامبر را میشناختن و سان فرزندانشان، ولی با آن هم حسادت میکردن. در جهان امروزی هم به من و شما تجربه نشان داد، علمایی که علمشان، خدمتشان، آثار خدمتشان مانند خورشید روشن است، مگر هستن خفاشان و تاریک اندیشانی که از روی حسادت چنان سنگ اندازی می کنند، گی متوسل به این، گی متوسل به آن می شوند. واقعا این یک درد است، واقعا درد است که درد ایش درمان ندارد جز به قضای الله تسلیم شدن. یعنی الحسادت المعاصر، یعنی الحساد مع الاقران، الحساد من الاقران والمعاصرین. حسادت از آدرس امقرن و معاصر، ای از بزرگترین داشته هایی هست که واقعا امت را به امتحان خداوندی میبرد. مرد حسود کار نمیتواند، از منطق دلیل و دعوت، از منطق تعلیف و تدوین، از منطق تجمع ملت ها، از منطق ادای مسئولیت کاری از دستش نمیآید. پس تا جا، تا هر آدرسی که باشد، باید جلوی دعوتگران و خدمتگاران اصیل را گرفته باشند. صدایتان میشنوم، موضوع را گرفتین یا نه؟ یعنی صراحت به تشخیص جزئیات نیست، شما خودتان وضعیت را به شکل عمومی درک کنین. این از جمله سومین اسبابی بود که علما را با آزمون خداوندی میبرد. انگامی که حسادت و استادگی ها شروع شد، اینجا عالم را هوشیاری در کار، دانایی در کار است که دست از مسیر دعوت، مسیر خدمت بر ندارد. چرا؟ این می آید، طبیعی است، امر طبیعی است، هیچ اشکالی نیست. ما از پیامبر ما بالا نیستیم. پیامبر ما را دیوانه گفتند، پیامبر ما را جادوگر گفتند، پیامبر ما را شاعر بی موقف گفتند، پیامبر ما را دست پرورده اجانب گفتند. مگر هیچ دسیسه، هیچ توطیه و شایع پراکنی مانع کار رسول گرامی نشد، هیچ کدام مانع کار پیامبر نشد، هیچ کدام مانع کار رسول گرامی نشد، هیچ کدام مانع رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم نشد. پس ما که جاینشین پیامبران هستیم، هر نوع دسیسه ای که به عنوان چالش در برابر شما می آید، تلاش کنین که مانع کار شما نشود. عزیزان دل، این هم چندمین سبب شد. چهارمین سبب امانا رفتن حسودان به داخل نظام ها، حسادت ها به جایی می کشاند که باید داخل نظام شوند و در سمت های بوده باشند، با وضعیتی که قدر عالم را،
قدر علم را از دید مردم ببرند و آنچه که دارن علی آنها انجام دهند عزیزان دل. یعنی به این معنا عالم را در ذلت، در کمبودی ها، در نقیصه ها چنان متهم کنن که با جای برسانن که به حرفش دیگران گوش ندهن. این هم از جمله چارمین سبب از اسباب است که ملت ها علما همیش در آزمون الهی قرار بگیرن. واقعا این یک درد است که درد است سبحان الله. این دردها از میان جامعه برخواسته می شود. منبع خبرساز ما امین است، منبع خبرساز ما همین است عزیزان دل. امیدوارم این سبب را هم گرفته باشید. اسبابی را که خدمتتان عرض می کنم اسباب آزمون علماست. به چی دلائل علما در امتحان خداوندی قرار می گیرند، در امتحان الهی قرار می گیرند؟ به تعبیر دیگر یا سبب دیگر، برخی علما را الله منان قبولیت می دهد، مورد قبول ملتا ان رفعت مقام می دهد، در میان ملتا عام و خاص مقام دارند و یا هم در میان ملت شهرت دارند به امانت و به عدالت و به خدمت گذاری. بعد از آن چی می کنند؟ آنگاه دیگران از آن می هراسند، دیگران از آن می هراسند. دقیقا شهرت نیز از اسباب امتحان خداوندی است، شهرت نیز از اسباب امتحان خداوندی است. آنجاست که تحمل نمی ماند ملت ها و علما را به آزمون های بزرگ الهی برابر می کنند. هزاران افسوس. ششمین سبب، همیش زورمند یک چیز میگوید، علمای برحق چیز دیگر میگویند عزیزان دل. یعنی مفتی فتوا به اساس دین خدا صادر میکند و این فتوا به میل زورمند نیست و یا هم به میل مشاوران و اطرافیان زورمند نیست. پس اینجاست که جنگ میان فتوای مفتی، میان میل و خواهشی زورمندان شروع می شود و یا هم سخن حق را بیان کند و یا هم تدوین نوشته ها کند که برخلاف خواست های کسایی که بر سر قدرتن. اینجا باید علما را با آزمون قرار دهند، استادگی کنند. ما همیش باید بدانیم که علمای برحق در آزمون خداوندی هن. هیچگاه امکان ندارد که از این آزمون بیرون شوند عزیزان دل. و هفتمین آزمون بزرگتر از همه این است که بلاد اسلامی از آدرس دشمن مورد تجاوز قرار گیرد. تمام جغرافی های اسلامی مورد تاخت و تاز دشمنان قرار گیرد، مانند جنگ های تتار و صلیبیان در تاریخ و امثال آنها تا این دم که همه دیده ان، خصوصا در چندین دهه. آنجاست برخی علما ساکت و خاموش ان، خاموشی را انتخاب می کنند و بدین معنا که شوله را خورده و پرده خود را به پیش می برند. اما علمایی که اوضاع را درست تحلیل می کنند، تحلیل اوضاع را می توانند عزیز دل، آرام نمی نشینند. آرام که نشیشتند خود به صف آرایی آغاز می کنند و در عین حال قیادت می گیرند، استادگی می کنند. آنجاست که یا به شهادت می رسند یا معلول می شوند یا به زندان می روند یا به قضایای دیگر. اینک همانا داشته هاییست که در طول تاریخ اسباب آزمون علما را بیان کردم و در طی 45 سال نه تنها در افغانستان، در همه گوشه های دنیا ما دیده ایم علما به این اسباب مورد آزمون و امتحان خداوندی قرار گرفتن عزیزان دل. مگر اگر شما این اسباب را دقیق بیندیشید،
همه مطابق سنت الهی است. میاییم به بحث دوم ما، مقصد از این آزمون چیست؟ حکمت پروردگار در این آزمون چیست؟ عزیزان دل، حکمت پروردگار یکی از حکمتهای بزرگش معرفت عزتمندی رب، معرفت تسلط رب، معرفت عجز و ناتوانی بندگی. یعنی در این مهنتها آنچه را که یک عالم درک میکند امیس، یک عالم درک میکند همین است: قدرت جز از الله از کسی نیست. الله است که کسی را قدرت میدهد، کسی را درماندگی. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. در جنگ بدر در حالی که از هر لحاظ مجاهدان خیلی کم بودند، مگر نصرت الهی شامل آنها شد. و یوم حنین اذ اعجبتكم کثرتكم. در یوم حنین کثرتشان به تعجب انداخت. اونجا در گام نخست ناکامی پیش روی آمد. دقیقا یکی از داشته ها حکمت پروردگار در آزمون این است که باید بنده ها همه بدانند که قدرت و عظمت تسلط از خداست. بنده ها به صورت عموم عاجزند. چرا؟ اگر عاجز نبودند چرا هزار نفر مسلح مجهز در برابر 313 ناتوان ماند؟ چرا در حنین که عدد بیشتر بود و در گام نخست شکستی آمد؟ پس اینجاست آزمون یک دلیلش این است که ما را چی دهد صدایتان میشنوم. ما را یک اعتماد که پروردگار همیش تسلط دارد و بنده ها عاجزند. اما دومین حکمت در آزمون علما تجرید اخلاص لله است. دومینش تجرید اخلاص لله است. یعنی تا علما و همه مردم بدانند کار مخلصانه جز به اخلاص پروردگار دیگر نیست. از ثمرات آزمون و مهنت برای کسایی که در این وادی واقع می شوند برای تکمیل اخلاصشان است. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر الله تو را مشکلی رساند جز از خودش کسی دیگر برطرف کرده نمی تواند. جز از خودش کسی دیگر برطرف کرده نمی تواند. از این رو خدمتتان عرض کردیم عزیزان دل که ما مقصد داریم از آزمون هایی که بر سر ما می آید عزیزان دل. و سومین حکمت پروردگار رجوع صادقانه، رجوع متضرعانه و عاجزانه توأم با دعا و نیایش به سوی خداوند. زیرا اگر آزمون ها نباشد انسان احتمالا غافل شود. یکی از حکمت ها و میوه های آزمون پروردگار این است که ما عاجزانه و درمانده به دست دعا به سوی خدا باشیم. و این یک عبادت زیبا است، درجه بلند بندگی است. بسا مهنت ها وسیله بیداری ما از غفلت های ما می شود عزیزان دل. پس به این اساس این هم از داشته هاست. چهارم، رفتن به تصحیح همه مشکلات. به این معنا تصحیح عقیده. و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. آنچه به شما می آید از مشکل خود شما است. هنوز از بسا مشکلتان رب ما درگذر شده است. از بسا مشکل رب ما درگذر شده است. لذا مقصد و میوه از آزمونی که علما در آن آزمون واقع می شوند. دقیقا یکی از آن تصحیح عقیده و باورها و قضا و قدر است. پنجم، عادت دادن نفس انسان ها به ثبات حق. یعنی نفس ها را به این عادت داده باشیم که ثابت قدم بر حق باشند. هر مصیبت و مشکلی می آید باید حق را رها نکنند. زیرا احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون.
آیا انسان ها بدین باورند به نفس ایمان در امن باشند و هیچ مشکل و هیچ مصیبتی با آنها نیاید؟ آیا به این باورند؟ هرگز نخیر. بناهن ای از میوه ها و ثمرات آزمون علمی است. کسایی که به آزمون علمی می آیند خود بدانند که ما عالمیم، خوب و بد و زشت را میشناسیم و مسئولیت را ادا می کنیم و بدون چالش موانع امکان ندارد. و ششمین میوه آزمون علمای بزرگوار این است که باید نفس را به صبر عادت دهند، به تحمل مشکلات عادت دهند. چرا؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. همانا صابران را بدون حساب مزد داده می شود، بدون حساب مزد داده می شود. ملائکه ها داخل می شوند و می گویند سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ملائکه ها در قیامت فرشته ها بگویند سلامتی بر شما در مقابل صبر شما. پس در حقیقت آزمون های بزرگ الهی، امتحان، محنت، مشکل بالای علما که می آید به دلیل آن که تا در قیامت به سلامت جاویدانی رسند. سلام علیکم بما صبرتم. ما نفس خود را در برابر مشکلات باید صبر دهیم عزیزان دل. و آزمون دیگر جدایی صف صادق از غیر صادق است، برای تصفیه صفوف است. صفوف را تصفیه می کند. واقعا تصفیه صفوف است. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. چنانچه در عصر رسالت همه می دانند، در عصر رسالت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در برابر چالش خطرناک منافقان بودند، درویه در صفوف جهاد همیش صفوفشان تصفیه می شد. در جنگ احد 300 نفر از میان صحابه جدا شدند، صفها تصفیه شد. یعنی کمیسون تصفیه در آزمون علما است. ما در طی 20 سالی که گذشت دیدیم در قضایای 2011 مصیبتی که در این وطن آمد واقعا دردآور بود، واقعا تصفیه صفوف بود. ما در اینجا کسایی را داشتیم در قضایای 2011 که انگامی از کفار نفرا کشته شده بود، علمایی داشتیم که فتوا دادن علمایی بر حق سرزمین باید اعدام شوند، زیرا اینا تحریک کردن، دیگران اقدام کردن، کافر کشته شد، باید اینا اعدام شوند. اینمیست که آزمون بر علمایی بر حق تصفیه صف صادق از غیر صادق شد و تاریخ ماندگار آن را نوشته می کند. و در عین حال بزرگترین میوه دیگر اشتمینش بخشش و آمرزش گناه علماست. علمایی که همیش در برابر هر ناهنجاری استادگی می کنند و آزمونی خداوندی می آید، محن و مشکل می آید، صبر می کنند، پاداش می گیرند. من در جوانی گفته بودم آنانی که علی ما توطیه را می چینند به دو دلیل افتخار داریم. یک، القاب را که مشرکان به پیامبران داده بودند، آن القاب را اینها به ما می دهند. دوم، صابون گناه ما ان و باعث بلندی مرتبه ما می شوند. چرا؟ انگام قیامت همه می دانند، انگام قیامت همه می دانند در قیامت که مفلس کیست. خوبی های آنها گرفته می شود، به ما داده می شود، گناه ما را به آنها داده می شود. سبحان الله. از این رو این آزمون ها همیش می آید. فایده دیگرش شکستاندن کبر نفس و ازاله طغیان آنهاست. نفس ها همیش سرکشن. برای شکستاندن طغیان نفس پروردگار آزمون را برای علما و شخصیت ها می آورد تا بدانند عزیزان دل. و در عین حال ما ثمره دیگر این است، عادت دادن نفس بر این که دنیا به یک حالت نیست،
به این معنا هنگامی که تو براحت بودی شاید گمان کنی که من تا پای عمر براحتم. هنگامی ثروتمند بودی شاید گمان کنی که تا پای عمر ثروتمندم. هنگامی که بر سر قدرت بودی شاید گمان کنی تا پای عمر بر قدرتم. نه، آزمونی پروردگار است که این گمان و این خواب را از چشمان شما میبرد که دائمی نیست. شما وضعیت 20 ساله را با امروز قیاس کنید و از آن درس بگیرید که وضعیت دیگری هم در راه است. از آن درس بگیرید که وضعیت متفاوتی هم در راه است. این به معنای ضعف ایمان ما نیست، به معنای مخالفت ما نیست، به معنای انتقاد ما نیست، بلکه به معنای تثبیت عقیده اهل سنت و جماعت ماست. زیرا یکی از داشته های بزرگ در آزمون علما امین است، بدانند که دنیا به یک وضعیت نیست. تلک الایام نداولها، این ایام است که مانند سجال چا دست به دست می شود. انگامی که اوقات نماز رسد می رسید، از یک چا چندین نفر دست به دست آب می گیرند. یکی می گیرد می رود، دیگری می گیرد دیگری. روزها شبها دست به دست می شود. وضعیت بدر و احد به عنوان یک سنت الهی دست به دست می شود. اینک هم به این دلیل است که قرآن گفته بود و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون، شما را هم به خوب و هم به بد می آزمایم، بازگشت همه به سوی ماست، بازگشت همه به سوی ماست. از میان اسباب آزمون، از میان ثمرات آزمون نکات چند را به خدمت شما عرض کردم، ولی دقیقا چنان عرض کردم که از عمق جامعه امروزی گرفته شده باشد، گویا که آیات امروز نازل شده باشد. فرضیه گفتم، باز حمله نکنید. از این دو عنوان موضوع من این بود که علما همیش در آزمون الهی ان، ولی اسباب دارد، ولی ثمرات دارد. ما به خاطر رسیدن به اون ثمراتی که در آزمون است، ما قبل از آن که آزمون بیاید پذیرفتیم، اول جامعه را بررسی میکنیم، اوضاع را تحلیل میکنیم، شرایط میبینیم، خوب و بد را جدا میکنیم، زشت و نازشت را جدا میکنیم، ملت به خوبی ها فراخوان میدهیم، از زشتی ها منع میکنیم، از بدعات و مزخرفات منع میکنیم، به سنت و خوبی ها فراخوان میدهیم. هر نوع چالش، هر نوع موانع، هر نوع آزمونی که آید ما پذیرفته ایم، ما پذیرفته ایم، زیرا ثمراتی دارد. از جمع ثمراتش کمیسون تصفیه در میان مردان راستین امت و ابر مردان از منافقان و از آن عفو گناه، سرانجام سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام بر شما در برابر صبر شما. اینک داشته های فرشته روزگار قیامت برای صابران و داعیان ایثار می شود. هستم که موضوع را گرفته باشید. چند هفته شد موضوعات متناسب را به دلایل و شرایطی که در عالم مجازی است انتخاب کردم، برای این که شما متزلزل نشوید، برای این که مانند کوه آهنین استوار، ثابت، متین بر موقف علمی بوده باشید. و این قضایا طبیعی است و این می شود، شده و می شود و می آید. ما به این دلایل دست از خدمت بر نمی داریم. سبحانک اللهم و بحمدک، نشهد و لا اله الا انت، استغفرک و نتوب الیک.